سلام علیکم، حالتون چطوره؟ نوبتی هم باشه، نوبت یه دسر خیلی خوشمزه است، کرم بروله، یک دسر فرانسوی خیلی خیلی خوشمزه که از منوی رستوران ها کنده نمیشه. بریم درست کنیم. خب خامه داریم، اونم چه خامه ای؟ 2-3-4 روم کاب یا 680 میلی لیتر. من از 35% دارم استفاده میکنم، ولی شما هرچی بالای 18% رو میتونید استفاده کنید. گازتون هم روشن کنید رو شعله کم. وانیل تازه داریم، اونم یک دونه. اگر ندارید میتونید از عصاره وانیل استفاده کنید، 15 میل، که قاعدتا این مزه رو نمیده. از تازگی وانیلمون مطمئن میشیم و یه چاک میدیم وسطش. چرا؟ چون میخواییم با لبه چاقومون اون عصاره و دونه های ریز وانیل رو از توش بکشیم بیرون. تمام دونه های وانیل به اضافه خود اون وانیل رو هم بندازید توی خامتون و یه همی بزنید و بذارید ذره ذره گرم شه و عصارهشو بیرون بده. 4 زرده تخم مرغمون اول جدا میکنیم و میریزیم توی ظرف. سفیده ها رو هم جدا نگه دارید، واسه خودتون یک دونه املت پروتئینی خوب ازش در بیارید. برای اینکه کرم برولمون کامیتر و کریمیتر بشه، یک دونه هم تخم مرغ کامل میزنیم توش. رسیدیم به شکرمون، 3/4 کاپ یا 150 گرم میریزیم تو زرده های تخم مرغمون و ذره ذره همش میزنیم تا با هم ترکیب بشن. خامه رو از شعله بر میداریم، اون دونه وانیلی که انداخته بودیم توش هم در میاریم و ذره ذره به تخم مرغمون اضافه میکنیم. چرا ذره ذره؟ چون خامه‌مون گرمه و نمیخوایم تخم مرغامون بپزن، میخوایم با هم ترکیب بشن و آمادشن برای اینکه برن توی فر بپزن. خب بعضی وقتا هم در میره دیگه، اینجوری میریزه، اشکال نداره. حالا از یه صافی ردش میکنیم که هر گره تخم مرغی یا دونه بزرگی از وانیل توش بود در بیاد. بعد میریزیمش تو ظرفای سرامیکیمون. 1/4 ظرفتون باید خالی باشه و اینکه حواستون باشه ظرفاتون حتما مخصوص فر باشه، نره اون تو بشکنه. برای اینکه سطح کرم بروله هامون صاف و صیقلی باشه، با یه دستمال آشپزخونه دونه دونه حبابا رو بگیری در روش. بعدم ظرفمون رو از آب پر میکنیم تا نصف ظرفهای کرم برولمون. چرا؟ چون میخوایم کرم بروله هامون ذره ذره بپزه. مطمئن بشید که فرتون 160 درجه سانتیگراد یا 325 فارنهایت و بعد کرم بروله های قشنگمون رو در ردیف وسط فر قرار میدیم. نیم ساعت که بگذره کرم بروله هامون آماده است، میتونین تکونش بدید. اگه وسطش جیگیلی جیگیلی که میشه یعنی خوبه. خب تا این کرم بروله هامون خنک بشه و بتونیم بذاریمشون توی یخچال، شما اون سابسکرایب رو بزنید، لایک هم بکنید. اگه دوست دارید، نظری هم دارید، برام کامنت کنید. برید خودتون رو ببوسید، برگردید. قشنگامون بعد 3 توی یخچال موندن آمادن. 1 شکر روش اضافه میکنیم، میتونید شکر قهوه‌ای هم بریزید، ولی من اینجا دارم سفید میریزم که بریم روش رو با شعله کاراملی بکنیم. شکر رو بچرخونید رو تمام سطح کرم بولمون یه لایه نازک شکری باشه.
حواستون باشه دستتون رو یک جا نگه ندارید، همینجوری تکون بدید و الان یک نقطه سریع میسوزه. اگر هم تورچر ندارید میتونید گریل فرتون رو روشن کنید و خیلی نزدیک رو بذارید زیرش، ولی فقط نگاهش کنید چون میسوزه سریع. شما رو خوب ببین، صدا رو گوش کن.